یوسف جام کرانیم دردت بجونم روزی رسون. اگر گفتن که برای حسین سال 62 گریه کنیم، برای این هستش که توجهتون به کی باشه؟ به حسین زمان خودتون باشه. روزی رسونم روزیم کن آقا کربلا تا که جوونم العجل آقا العجل آقا العجل آقا وقتی که در روایت میگه کسی که از خانه حرکت کرد رسید به قبر امام حسین، فرشته‌ها بهش میگن انت من حزب الله و حزب رسول و حزب اهل بیت، تو از حزب خدا و رسول و اهل بیت هستی. این هم حزبی خدا و رسول و اهل بیت شدن بالاترین مقامی است که یک انسان میتونه بهش برسه. این مسئولیت میاره برای انسان. یه موقع از کسی بی‌لیاقتی میکنه، خودش رو از این حزب بیرون میکنه، مثل خیلی از کسانی که با امام حسین آمدن، حتی تا روز عاشورا هم بودن، حتی مقداری هم جنگیدن، بعد فرار کردن. ما داشتیم آدمایی که تا ساعتهای چیزی نمونده بود که دیگه برن به بهشت و در عالی ترین درجه که یک انسان ممکنه برسه برسن، فرار کردن و خودشون رو به جهنم انداختن. کما اینکه بعضی ها از لشکر عمر سعد حدود 30 نفر ذکر کردن تا 32 نفر ذکر کردن تا غروب به لشکر امام حسین پیوستن، آخرین درجات. خب این اتفاق برای اونها افته، برای ما هم میفته. ما ممکنه امام زمان بارها دعوتمون کنه به لشکر خودش و ما نپذیریم، چون گفتیم حضرت هر روز داره حل من ناصر ینصرونی میگه. حضرتی که به قول علی علیه السلام الشرید و ترید و الفرید و الوحید هست، آواره ترد شده و تنها و یگانه است توسط دوستانش، در بین ما آواره است. حتی در همین اربعین هم امام زمان آواره و تنهاست و مردم بیشتر به جایی که به حسین زمان خودشون فکر کنن، فقط مشغول ذکر مصیبت‌های حسین سال 61 هستن، بدون اینکه توجه کنن که اگر گفتن که برای حسین سال 61 گریه کنید، برای این هستش که توجهتون به کی باشه؟ به حسین زمان خودتون باشه. خود امام زمان فقط من دعا میکنم برای کسی که برای جدم حسین گریه بکنه. خودش هم فرمود من برای جدم حسین گریه میکنم، اگر اشکم تمام بشه من خون گریه میکنم. زیارت ناحیه مقدسه که سخت‌ترین زیارت هست، گریه آورترین زیارت هست از ناحیه امام زمانه. ولی حضرت فرمود وقتی که به اون زیارت کردید حواستون به من باشه، به حسین زمان خودتون. دعا میکنم برای کسی که برای جدم حسین گریه بکنه، ولی برای من دعا بکنه و برای ظهور من دعا بکنه. با من میای من که دارم گریه میکنم. آخ بلایی آتیش به نی زارم نیفته، بلایی آتیش به نی زارم نیفته، علم از هست علم دارم نیفته. ما باید یا حسین ها و لبک، یا حسین ها و لبک، یا عباس ها و لبک، یا علی ها رو الان اگر بخوایم رضایت ابوالفضل و امام حسین و امیرالمومنین و رسول خدا و فاطمه زهرا و معصومین و رضایت خدا رو جلب بکنیم، باید همه رو تبدیل بکنیم به چی؟ لبک یا مهدی. باید تبدیلش بکنیم به این. اونی که تو دل این راه پیمایی ها و گریه ها و عزاداری ها میخوان، همونطور که تزیات عاشورا میگه، شما امام حسین حرف میزنی بگو من انتقامتو میگیرم ولی با امام زمان.
از خدا میخوام این روزیم بشه که من انتقامتو بگیرم اما من امام منصور و همچنین میخوام انتقام خودم هم بگیرم من امام خدا. زیارت عاشورا قبل از امام حسین طراحی شده، حدیث قدسی است، ولی داره میگه تو دستت از امام حسین باید برسه به دستت از امام حسین برسه به دست امام زمان. تو باید امام حسین رو گریه کنی براش تا بتونی انرژی لازم رو برای رفتن زیر چادر امام حسین زمان رو خودت پیدا بکنی. تو باید خاصیت داشته باشی برای لشکر امام زمانت. کل نباشی. کل یعنی که انسان فقط مصرف کننده است، فایده‌ای برای امامش نداره، خاصیتی برای امامش نداره. وای اگر روز حضور تو بیاید من از صف یاری تو معذور بمانم، من از صف یاری تو معذور. آرزوی هممون حتی اگر از دست اجل مهلت ما نیست، حتی اگر از دست اجل مهلت ما نیست، آن روز تو مگذار که در گور بمانم، آن روز تو مگذار که در گور، آن روز کفن پوشم و شمشیر بگیرم، آن روز کفن پوشم و شمشیر بگیرم تا در صف یاران تو منصور بمانم، تا در صف یاران تو منصور بمانم. یا ابن الحسن روی فدا.